سلام، من یگانه هستم. خب من قبل از اینکه با مسیح آشنا بشم مسلمان بودم، مسلمان زاده بودم. تقریبا تا 16-17 سالگی نمازم رو میخوندم، روزم رو میگرفتم. بعدش کم کم اعتقادم کم شد. چیزایی که میدیدم، میشنیدم از مردم، از اطرافیانم، اعتقادم کم شد یواش یواش. و یواش یواش از اسلام داشتم دور میشدم. مثلا اونایی که خودشون در مورد اسلام صحبت میکردن، این کارو نکنید، دروغ نگین، تهمت نزنین، دزدی نکنین، ولی خودشون از اون طرف همه کاری میکردن. خب همین چیزا باعث میشد که من اعتقادم کم بشه به اسلام. زمانی که با مسیح آشنا شدم، اون موقع حامله بودم بعد بچه که تو شکم بوده نمیخواستم، تا اینکه یکی از دوستان منو با مسیح آشنا کرد، از مسیح برام گفت. خب اولش قبول نمیکردم، بعد از اینکه بیشتر با هم در ارتباط بود و بیشتر از مسیح برام گفت، کنجکاو شدم و یه بار باهاش رفتم کلیسا. گفتم دوست دارم باید بیام کلیسا، محیط اونجا رو ببینم. رفتم اونجا، محیط اونجا رو که دیدم، اون خواهر برادرایی که اونجا بودن، رفتاراشون رو که دیدم خوشم اومد. سرود پرستشی که خوندن واقعا به من آرامش میداد. بعد از اینکه از اونجا اومدم بیرون، اصلا یه آرامش خاصی داشتم، خوشم اومد، دوست داشتم اونجا رو. و بعد از اون بازم رفتم کلیسا، میخواستم بیشتر مسیح رو بشناسم. بعد از اینکه چند بار رفتم کلیسا و خب بیشتر علاقه من میشدم، چون وقتی از کلیسا میمدم بیرون آرامش خاصی داشتم. بعد انجیل رو خوندم، میخواستم بیشتر مسیح رو بشناسم. هر روز که کلام رو میخوندم بیشتر با مسیح آشنا میشدم. رفته رفته یواش یواش مسیح رو بیشتر شناختم. من خب یه روزه به مسیح ایمان نیاوردم، که روز به روز که انجیل رو میخوندم، کلام رو خوندم، بیشتر با مسیح آشنا شدم. هر قسمت از کلام یه جوری با من حرف میزد که من بیشتر داشتم مسیح رو قبول میکردم، و همین باعث شد که من بیشتر به انجیل علاقه من بشم و بیشتر برم طرف انجیل و بخوام کلام رو بخونم. من ناخواسته حامله شدم و خب یه دختر داشتم و میگفتم همین یه بچه کافیه، و زندگی خیلی خوبی با شوهرم نداشتم، چون که اون موقع شوهر من معتاد بود و من هر لحظه قصد جدایی با شوهرم رو داشتم. و زمانی که حامل شدم خیلی گریه میکردم، و ولی خب بعد از اینکه مسیح رو شناختم، اون عشقی که اومد توی زندگی من، همون عشق باعث شد که محمد ترک کنه، تغییر کنه، عوض بشه، به خاطری که رفتارای من عوض شد، اونم خودش رو تغییر داد و محمدم عوض شد و زندگی من واقعا عوض شد، تغییر کرد. و همین باعث شد که یه آرامش خاصی من داشته باشم. و اون بچه‌ای که تو شکم بود، که قصد اینو داشتم که اونو بندازم، علاقه من شدم بهش و
نگهش داشتم و عشق و محبت من به زندگیم بیشتر شد، رفتار من عوض شد نسبت به بچه هام، نسبت به شوهرم، یواش یواش تغییر رو تو خودم دیدم. خب من خیلی معجزات دیدم توی زندگیم از مستی. بزرگتر از همش این بود که تغییری که توی خودم دیدم، این اولین معجزه مستی بود توی زندگی من، که عشق اومد توی زندگی من، محبت اومد توی زندگی من. و خیلی معجزات بود. همین ترکیه اومدن من خودش پر از معجزه بود که ما خیلی، یعنی یک روزه تصمیم گرفتیم که بیایم ترکیه و بدون هیچ چیزی اومدیم ترکیه. اینجا شهر یالوا رو به ما معرفی کردن، ما بدون هیچ وسایلی، بدون هیچ مواد خوراکی بلند شدیم اومدیم توی ترکیه. توی شهر یالوا که رفتیم، یه خونه مسیح برای ما فراهم کرد که پر از مواد غذایی ایرانی و حتی لباسایی که سایز من بود و لباسایی که سایز محمد بود توی اون خونه بود، کفشی که سایز پای من بود، کفشی که سایز پای محمد بود توی اون خونه بود. اصلا چیزایی که واقعا فکرشو نمی کردیم، همه چیز توی خونه برای ما فراهم کرده بود خداوند. و این خیلی معجزه بزرگی بود برای من و من فقط عشق می ریختم و شکر می کردم از اینکه منو اینجا تنها نذاشته. به نظر من همین که من ناخواسته حامله شدم، باز این کار مسیح بود که این بچه بیاد تو شکم من و باعث بشه که من با مسیح آشنا بشم. و شاید اگر من حامله نمی شدم، مثلا اون دوست من از مسیح برای من نمی گفت و نمی خواست من آروم بکنه، هیچ وقت من مسیح رو نمی شناختم. و خوشحالم که این بچه اومد و من مسیح رو شناختم و مسیح زندگی منو عوض کرد. یعنی اون موقعی که من با مسیح آشنا شدم، خب اوائلش همش گریه میکردم. اصلا تو کلیسا که میرفتم همه سرود میخوندم، پرستش میکردم، من فقط عشق میریختم که همه میگفتن چرا اینقدر گریه میکنی؟ میگفتم نمیدونم اصلا چرا میام اینجا، خیلی خوبه، دوست دارم اینجا رو، ولی اصلا خود به خود اشکم میاد پایین. و همش میگفتم کاش که زودتر مسیح رو شناخته بودم. من خیلی دیر مسیح رو شناختم. یعنی واقعا معجزات، یعنی خیلی زود جوابتو میده. نمیدونم اصلا وقتی که اصلا وقتی قلبتو به مسیح میدی، اصلا خود به خود تغییر میکنی. و من همش میگفتم کاش که زودتر مسیح رو شناخته بودم. خیلی دیر شناختم. همش با خرافات زندگی کردیم چند سال.